به نام خداوند و با عرض سلام به برنامه زیربنا با من مرسل منصوری خوش آمدید. آقای حشمتالله ناصری سخنگوی وزارت شهرسازی و اراضی با ما هستند تا در مورد آغاز کار عملی شهرک چنایی ها و کابل جدید بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای ناصری سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدین به برنامه زیربنا. در نخست میخوایم از شما پرسم که آغاز کار عملی شهرک چنایی ها چه وقت خواهد بود؟ تشکر. سلام خدمت شما خانم منصوری، خدمت همکاران تکنیکی و تمام هموطنان که نظر بیننده هستند. روزتان بخیر. قسمی که شما در جریان هستین، در 3 یا 4 ماه گذشته خوشبختانه رهبری وزارت شهرسازی و اراضی قرارداد فاز اول اعمار شهرک نیلا باغ یا شهرک چینایی ها را با شرکت چینایی به امضا رساند. به اساس از این قرارداد قرار است 1400 واحد مسکونی در ساحه دامان شهر کابل با کمک بلایوز کشور دوست چین اعمار شود و بهره برداری سپرده شود و همکارای ما فعلا روی یک طرزالعمل مشخص به خاطر از اینکه چگونگی ساخت از این شهرک درج از طرزالعمل شود ما روی از کار میکنیم که به زودی با همتای چینی ما شریک ساخته خواهد شد و بعد از اینکه موافقه از اونها هم گرفته شد و مقامات ریاست جمهوری ارسال میشه تا بعد از منظوری جلالت مامور جمهور کشور ما کار عملی فاز اول شهر جدید ببخشید شهرک چنایی یا فاز اول شهرک چنایی داشته باشیم. بله، با کدام معیاری شهرک ساخته خواهد شد و چرا شهرک چنایی ها برش میگن؟ خب معیارهایی که در شهرک نیاز است اما مسائل زیربنا سازی است که ما کوشش داریم تمام موضوعات زیربنا سازی را مد نظر بگیریم و ساخت و سازی که در مناطق شهری خصوصا در مناطق شهرک صورت گرفته شما بهتر می‌فهمید که اکثرا با زیربنا سازی آنقدر توجه صورت نگرفته و همین دلیل است که یک تعداد هموطنان ما که در ساحات زیست دارند در موسم‌های مختلف سال اینا با مشکلات زیاد مواجه هستند. ما کوشش داریم تا درس از این ساخت و سازی که در گذشته صورت گرفته هم بگیریم و معیارهای بلند انجینری مهندسی را مد نظر بگیریم تا بالاخره این شهرک ساخته شود و به دلیل این شهرک چنایی میگن که از طرف کشور دو چین با کمک بلایوز از این ساخته میشن و این تمویل از طرف کشور دو چین است. به این خاطر هرچند نام از در گذشته در اواخر تغییر کرده و نام پروژه رهایشی نیلا باغ را یاد میکنم چون قرار است در ساحه نیلا باغ دامان ساخته شود و فعلا نامش تغییر کرده و نام شهرک یا پروژه رهایشی نیلا باغ شد. بله، آیا این شهرک که ساخته میشه در اون منطقه تمام امکانات اولیه برای یک زندگی وجود داره؟ کاملا تمام امکانات رفاهی را وزارت شهرسازی و اراضی در امانگی نزدیک با همتای چینی خود نظر داره. ما تلاش داریم بر اساس پلانی که برای شهرک ساخته شده ضمن نزدیک مسائل رهایشی را در نظر میگیریم یا ساحات رهایشی را در نظر میگیریم، ساحات سبز، ساحات عامه، ساحات تفریحی، ساحات خدماتی، ساحات اقتصادی و ساحات و امکاناتی که در این شهرک نیاز است به خاطر زیست انشالله یه همش در نظر گرفته خواهد شد و کوشش ما است که امکانات رفاهی و هموطنان این شهرک مساعد شود. بله، تا کنون چند شهرک با نبود زیربناهای معیاری روبرو هست؟ بر اونها هم فکری شده یا نه؟ اکثریت ساخت سازایی که در مناطق شهری خصوصا شهر کابل صورت گرفته در بحث شهرک‌ها متاسفانه موضوع زیربنا سازی آن قسمی که لازم است مد نظر گرفته نشده و یا در اکثر موارد دیده میشه که حتی مسئله زیربنا سازی اصلا پرداخته نشده و این خود از این سبب شده که یک سلسله از مشکلات اساسی را برای هموطنان که در ساحات زیست دارند اینا را مواجه بسازند. اما رهبری وزارت شهرسازی و اراضی مصمم است ساخت‌وسازهایی که بعد از این در مناطق شهری خصوصا شهر کابل صورت میگیره ما از یک طرف مسائل زیربناسازی را به صورت جدی مد نظر میگیریم و از سوی دیگر در قسمت ساختمانسازی موضوع نرم استاندارد که نرم استانداردهای مهندسی و انجینری است را هم مد نظر گرفتیم تا شهرک‌های معیاری را با تمام امکانات رفاهی ما اعمار بکنیم، احداث بکنیم و بالاخره به بله. حالا شماری از شهرک ها یا ساختمان ها شکایت از این است که چای فاضلاب یا همون کانالیزاسیون سازیشان به گونه درست نمیباشد. برای این شهرک چگونه یک جای را در نظر گرفتین؟ آیا این همه رفع خواهد شد یعنی در آینده مشکل ساز نخواهد بود برای دیگر مناطق و خانه های همجوار از این شهرک؟ افهم میخوایم صدا شما قطع بود. اگر یک تکرار دوباره بکنن این سوالتان تمام. بله، به خاطر کانالزونسازی این شهرک و همچنان اینکه چای فاضلاب را در جای مناسب بخواین که بسازین، آیا فکری شده چه معیارهای در این مورد در نظر گرفته شده؟ چون خیلی از شهرک‌ها و ساختمان‌ها در این مورد برای دیگه ساختمان‌های همجوار یا مناطقشان آسیب میرسانه یا به گونه معیاری ساخته نشده. دقیقا در پلان تفصیلی که برای شهر یا فاز اول شهر یا پروژه رهایشی نیلا باغ نظر گرفته شده است، انشالله تمام همو درس هایی که ما از گذشته داشتیم را هم در نظر داشتیم و ضمناً منطقه یا ساحه‌ای که قرار است شهرک احداث شود و هم به صورت دقیق مطالعه شده، تمام ابعاد از این سنجیده شده و امیدوار هستیم که با ساخت از این ما انشالله از یک طرف شهر معیاری داشته باشیم یا شهرک معیاری داشته باشیم و از سوی دیگر مشکلات را کوشش میکنیم که در ساحاتی که این شهرک ساخته میشه برای ساحات همجوار از این ما مشکلات خلق نکنیم، بلکه در کاهش مشکلات و بالاخره همون نرم استانداردهایی که لازم است ما کوشش داریم اینا را مد نظر بگیریم. تمام موارد مطالعه شده، بررسی‌های تکنیکی صورت گرفته و همش درج پلان شده. انشالله که در مشکل خاص برای کسایی که در اطراف از شهرک هستند مواجه نباشند. بله، ساختمان های این شهرک بیشتر بر خاطر چه موارد استفاده خواهد شد و دسترس کدام طبقه مردم قرار خواهد گرفت؟ چگونه برای استفاده خواهد بود؟ بر اساس موافقه ابتدایی که صورت گرفته قرار است این 1400 واحد مسکونی که در ساحل نیلا باغ ساخته میشه برای مامورین خدمات ملکی یا ساده‌تر بگوییم به مامورین دولتی در نظر گرفته شده که برای اینا توزیع خواهد شد. اما هنوز هم این مسئله بسیار زیاد واضح نیست، چون همکارای ما روی طرز العمل کار میکنه و در این طرز العمل روی چگونگی توزیع از شهرک و به می ترتیب روی پرداخت اقساط و سایر مسائل بحث صورت میگیره و بالاخره در نهایت معلوم خواهد شد که در کنار از اینکه مامورین خدمات ملکی مستفید خواهد شدن از این مزایا از شهرک، دیگه برای ها در نظر است که بالاخره شهرک توزیع شود. اما قسمت بیشتر از این قرار است برای مامورین خدمات ملکی که در شهر کابل مستقر هستند برای اینا در نظر گرفته شده. بله، پروژه کابل جدید کارهاش تا کجا پیش رفته و آیا چه در ساختمان یا ساخت ساز در این پروژه صورت گرفته؟ خوشبختانه احداث شهر جدید کابل به مثابه مهمترین پروژه وزارت شهرسازی و اراضی است. رهبری وزارت شهرسازی و اراضی بر اساس تعهدی که حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در قبال احداث شهر جدید کابل داره متحد است و گام‌های استوار برداشته. ما به خاطر احداث شهر جدید کابل که قرار است در ساحه سبز ولایت کابل ساخته شود، برای فاز اول از 25000 جریب زمینه که نیاز بود ما روند تصفیه و تثبیت حق مالکیت تکمیل کردیم، با مردم هم تفاهمنامه همکاری را به امضا رساندیم و در کنار از این سروی توپوگرافی در ساحه آغاز شده. مسوده ماستر پلان شهر جدید کابل هم آماده شده و بعد از اینکه هم دیدگاه و نظریات تکنیکی یک تعداد از نهادها و بالاخره متخصصین امور شهری گرفته خواهد شد و درج از این ماستر پلان خواهد شد، ما میپردازیم به این که بالاخره کار عملی شهر جدید کابل ما داشته باشیم. امیدواری به این است که در خلال یک ماه یا نهایتا دو ماه ما بتانیم کار عملی شهر جدید کابل در ساحه سبز آغاز بکنیم و همزمان با کابل پلان ما به این است که ما در شهر یا در ولایت ننگرهار، هیرات و کندهار شهرهای معیاری را هم احداث بکنیم تا بالاخره هموطنان ما که در این ساحات زیست دارند از مزایای داشتن مسکن مطمئن و شهرک‌های خوبتر اینا مستفید شوند. بله، آقای ناصری، چرا این ساخت و ساز و یا ایجاد شهرک کابل جدید یا همین پروژه به اتمام نمیرسه و بهره برداری سپرده نمیشه با اینکه چندین سال از روی دست گرفته شده؟ دقیقاً از چندین سال است که یک تعداد از نهادها و متخصصین روی احداث شهر جدید کابل کار آغاز کردند، اما بنابر بعضی از مشکلات تکنیکی و حقوقی که قرارات تطبیق از این پروژه بود متاسفانه ای عملی نشد. در این اواخر این مسئولیت از جانب رئیس جمهور و رهبری وزارت شهرسازی و اراضی محول شده و فعلا با جدیت ما روی از این مسئله کار کرده میریم. یعنی در خلال 6 ماه خوشبختانه تصفیه موارد حقوقی زمینه که مورد نظر است برای فاز اول شهر جدید کابل نهایی شده. در عرصه های تخنیکی هم پیشرفت‌های بسیار خوب داریم و در خلال یک یا نهایتاً یک نیم ما می‌پردازیم به آغاز کار عملی شهر جدید کابل. این از جمله اقداماتی است که متعهد وزارت شهرسازی و اراضی را در قبال احداث شهر جدید کابل نشان می‌دهد. انشالله هماهنگی با نهادهای سکتور شهری هم وجود دارد، تفاهم با مردم هم صورت گرفته و تلاش ما به این است که ما یک پروژه مهم و حیاتی حکومت به گونه‌ای تطبیق بکنیم کمی پروژه تطبیق شد و از طرف دیگر مردم که در ساحه زیست دارند در از اون هم ضرر می‌رسند. بله، در حال حاضر چه مشکلاتی وجود داره و چه مشکلات اساسی وجود داشت که اونها یا حل شده یا نه؟ خب مشکلات اساسی که در گذشته وجود داشت بود که با مردمی که در ساحه زیست دارند اونا دوجه البته زمین دارند، ملکیت دارند، تفاهم درست‌تر صورت نگرفته بود و این دلیل بود که از یک طرف مشکل حقوقی شهرک با برجا ماند و از جانب دیگر در برخی موارد مردم هم مخالفت خودند ابراز می‌کردند. اما به خاطر حل از این مسئله ما تفاهمنامه همکاری را با مردم به امضا رساندیم و موافقه مردم هم گرفته شده و کوشش ما این است که در تفاهم با مردم و در هماهنگی با نهادهای سکتور شهری ما بالاخره روند ساخت‌وساز شهر جدید کابل ما آغاز بکنیم. تمام زمینه مسائل است، انشاءالله هیچ مشکل فراراه تطبیق از این پروژه برای فعلا وجود نداره. بله، به خاطر فرارسیدن فصل سرما آیا کار این پروژه جریان داره یا نه متوقف شده تا اینکه فصل به خاطر ساخت و ساز بهتر شود؟ نه خیر، نه، کارهای ما جریان داره. همکارای ما با جدیت روی ماستر پلان شهر جدید کابل کار میکنه. هرچند مسوده ماستر پلان شهر جدید کابل تهیه شده اما باز هم نیازمند دیدگاه و نظریات کارشناسانه یک تعداد از متخصصین امور شهری را ما داریم، در تفاهم با اونها هستیم، کار کرده میریم و ضمن سروی توپوگرافی عملا در ساحه جریان داره و امیدوار هستیم که در جریان کمتر از یک ماه یا در خلال یک ماه ما بتونیم حداقل کار عملی پروژه را ما در ساحه دیساب ساختیم. بله، دقیقا میتونیم بگوییم که از امروز به بعد تا چند سال و چند ماه دیگر این پروژه کارش تمام خواهد شد و به بهره برداری چگونه به بهره برداری سپرده میشه برای کدام اشخاص؟ خب پروژه یا احداث شهر جدید کابل یک پروژه طویل المدت است. پروژه است که به تدریج و مرحله‌وار ساخته خواهد شد. در مرحله اول یا فاز اول از این شهر جدید کابل ما پلان داریم که در ساحه 25000 جریب زمینی را ما احداث بکنیم، اما رفته رفته بازی را ما انکشاف خواهد دادیم. کوشش ما به این است که بالاخره در تفاهم با مردم، در تفاهم با حکومت، در تفاهم با نهادهای تنبیل کننده و سکتور خصوصی زمینه تحقق پروژه را ما به زودترین فرصت ممکن داشته باشیم. اما آنچه که مهم است این است که یک بار وقتی که ما در ساحه میریم و کار عملی را شروع میکنیم بالاخره در اون عرصه باز معلوم میشه که چه مدت زمان را در بر خواهد گرفت و بالاخره از لحاظ مسائل مالی و پولی اگر با کدام مشکل جدی ما بر نخوریم انشالله پلان و برنامه‌ای که ما داریم کوشش ما به این است که فاز اول ما احداث بکنیم و بپردازیم به فاز بعدی. بله، این پروژه چقدر هزینه برداشته و تاکنون چه مقدار هزینه زی به مصرف رسیدن؟ برای فعلا آنچه که ما تخمین میکنیم 300 میلیون دلار برای فاز اول است، خصوصا برای کار زیربناسازی و به می ترتیب آرام آرام برای کارهای ساختمانسازی. چیزی که در شهر بسیار مهم است این است که ما بیشتر میپردازیم اول در قسمت زیربناسازی از این شهر، چون در بحث زیربناسازی ما موضوعات کانالیزاسیون، مسائل بدرفت، مسائل سرک، آب، برق، پیاده رو و تمام امکانات رفاهی را اول مد نظر میگیریم و بعد از اینکه این امکانات مساعد شد و بالاخره زیربناسازی کارش تکمیل شد ما میپردازیم به ساختمانسازی. از این کوشش ما به این است که یک شهر معیاری را ما بسازیم و بالاخره شهر باشه که از یک طرف امکانات رفاهی او موجود باشه و از طرف دیگر هموطنان که در ساحه زیست میکنند اینا با مشکلاتی که فعلا در مناطق شهری یک تعداد زیاد از هموطنان دست و پنجه نرم میکنند با همچین مسائل و مشکلات مواجه باشند. بله، آقای ناصری چه میگن در مورد از اینکه چقدر زمینای غصب شده در شهرک‌هایی که قرار است یا پروژه‌هایی که روی دست دارین وجود داره و اونا را چگونه میخواین پس بگیرین یا وجود نداره؟ در مورد زمین‌های غصب شده اگر بر ما بگوین. در بحث غصب شما بهتر میفهمین بر اساس معلومات ابتدایی که ما داریم در سطح کشور 1.6 میلیون جریب زمین دولتی تحت عمل غصب است. وزارت شهرسازی و اراضی به حیث یک وزارت پالیسی ساز کار ما بیشتر در قسمت استرداد زمین‌های دولتی است که زمینه که تحت عمل غصب است ما را شناسایی بکنیم، جزئیات و معلومات همراه نهادهای مربوطه شریک بکنیم تا با کمک نهادهای امنیتی و همچنین نهادهای عدلی و قضایی ما بالاخره بتانیم زمینه استرداد مساعد بکنیم. حکومت در این عرصه در اواخر اقدامات خود شروع کرده و با گذشت 5 سال اخیر خوشبختانه حدود 500 هزار جریب زمین دولتی دوباره استرداد شده و مقاصد خودتر حکومت از استفاده صورت میگیره. امیدواری و آرزوی ما همین است که به همکاری نیروهای امنیتی بالاخره زمینه از این مساعد شود تا زمین‌هایی که تحت عمل غصب هستند دوباره استرداد شود اما مقاصد خودتر حکومت از اون استفاده صورت. بله، تاکنون چقدر این مشکل تانسته که مانع ایجاد کارهای وزارت شهرسازی و اراضی شود و چگونه میخواین که این مشکل حل بسازیم؟ موضوع غصب زمین تنها مانع فراراه تطبیق پروژه ما نیست، بلکه در مجموع پروژه های خوب و مهم و حکومت هم متاثر ساخته. در اکثریت مواردی که وقت حکومت اقدام به این میکنه که یک سلسله از فعالیت‌ها و پروژه‌های عامل منفعه در بعض از ولایات تطبیق شود، در برخی از نقاط ما با برخوردهایی از جانب اشخاص و افرادی که به عنوان غاصبین هستند برمیخوریم که اینا هم یعنی از روند تطبیق پروژه‌ها را متاثر میسازه و روی هم رفته. تلاش در مجموع می است که در هماهنگی با نهادهای محلی، در هماهنگی با نهادهای امنیتی بالاخره زمینه استرداد زمین‌های دولتی مساعد شود تا از یک طرف زمین دولتی در زوجیت دولت پس دوباره قرار بگیره و از سوی دیگر حکومت پلان و برنامه انکشافی که داره را به شکل خوبتر و بهترش بکنه. بله، یعنی میتونیم بگوییم که پروژه های مهم این وزارت در جاهایی هست که زمین های غصب شده وجود داره و میتونه که چند فیصد کار شما را به عقب بندازه؟ نه خیر، نه، به این باور هم نه، بلکه پروژه ما بیشتر در مناطق شهری متمرکز است. 4 شهر که خدمت شما نام گرفتم، ما در این 4 شهر کار میکنیم. بیشتر کارهای ما در قسمت تنظیم امور شهری است و ما در هماهنگی با نهادهای سکتور شهری بالخصوص همراه شهروالی‌ها هماهنگ هستیم و در تطبیق پلان‌های شهری ما از اینا کمک میکنیم. در مجموع غصب زمین یعنی یک موردی هست که افغانستان شمول است و نه تنهایی که در مناطق شهری بلکه در مناطق فراتر از شهرها در بعض موارد بله موانع و چالش‌ها را ایجاد میکنه. اما تا فعلا آنچه که ما تطبیق میکنیم ما با یک نوع برخورد جدی از جانب غاصبین برنخوردیم. در تمام عرصه هایی که ما کار میکنیم کوشش ما به این است که هماهنگ با نهادهای محلی، هماهنگ با نهادهای سکتور شهری و برنامه و پلان خود تطبیق بکنیم تا پلان‌ها و برنامه‌ای که بر ما داده میشه به شکلی که لازم است تطبیق شه. بله، تاکنون چه برنامه‌هایی، چه کارهایی به خاطر پسگیری زمین‌های غصب شده صورت گرفته؟ خب، حکومت جمهوری اسلامی افغانستان هدایت لازم برای نهادهای محلی، برای ادارات امنیتی و همچنان ادارات عدلی و قضایی هدایت سریع دادن و شما در جریان هستین که در این اواخر در سطح 8 زون محاکم اختصاصی به خاطر بررسی دوسیه‌های غصب زمین هم ایجاد شده و اونا در این عرصه کار میکنن. نهادهای امنیتی بر اساس معلوماتی که ما امروز از اونا شریک کردیم خوشبختانه در استرداد زمین‌های دولتی همکاری خوب داشتن امروز وزارت شهرسازی و اراضی و با کمک از اینا خوشبختانه ما توانستیم که در جریان 5 سال اخیر حدود 500 هزار جریب زمین دولتی که تحت عمل غصب قرار داشت دوباره استرداد شود و مقاصد خودتر از اون استفاده صورت بگیرد. ما در این اواخر شاهد هستیم که روند غصب زمین متوقف است و استرداد سرعت پیدا کرده و والی صاحبایی که در سطح ولایت هستند اینا هم همکاری خوبتر دارند. امیدوار هستیم همه با هم هماهنگ در قسمت استرداد زمین‌های غصب شده دولتی اقدام به عمل آورند تا بالاخره این مشکلی که از سال‌های سال باقی مانده و این نقطه پایان گذاشته شود. بله، آقای ناصری، گزارش‌ها می‌رساند که فعلا سرمایه‌گذاری‌ها در بخش ساختمان‌سازی کاهش یافته یا صورت نمی‌گیرد. شما در این مورد چه می‌گین؟ خب، آنچه که مهم است که در این اواخر شاید شما در جریان بوده باشیم که ما تفاهمنامه 4 جانبه را با وزارت محترم صنعت و تجارت، با واحد تحصیل سرمایه‌گذاری افغانستان و همچنین فدراسیون اتاق‌های فدراسیون افغانستان هم به امضا رساندیم که طی از این تفاهمنامه وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی نزدیک با این نهادها مصمم است که 50 پروژه سرمایه‌گذاری را به ایران بسپارد که بیشترین بخش از این مجتمع‌های رهایشی و کار ساختمانی است. از درک اعلان از این پروژه ها پلان واقعی است که زمینه برای جذب 2.7 میلیارد دلار در افغانستان مساعد شود که خود میتونه 2 میلیارد دلار به عواید حکومت تفویض کنه و برای 150,000 نفر زمینه فرصت‌های کاری را مساعد کنه. باور ما به این است که ما در روشنایی با سیاست و پالیسی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان مساعد کنیم. کوشش ما به این است که در احداث شهر جدید کابل یک مثلث از دولت، سکتور خصوصی و نهادهای تمویل کننده ایجاد شود تا آنها در عرصه‌های مختلف بتوانند سرمایه‌گذاری بکنند و بالاخره زمینه جذب سرمایه‌گذاری در افغانستان مساعد شود. انشاءالله در این عرصه و اراده وجود دارد. کوشش ما به این است که در هماهنگی نزدیک با نهادهای سکتور شهری و در هماهنگی نزدیک با نهادهای سکتور خصوصی ما زمینه جذب سرمایه‌گذاری را در افغانستان مساعد شود. بله، تشکر از شما آقای ناصری که در این بحث با ما بودین. موفق باشین. سلامت شما بخیر باشین. و این هم بهای ارزها در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. و این هم بهای طلا. با پایان برنامه زیربنا رسیدیم. خداوند نگهدارتان.